سرخط خبرها. چند روز پس از خودسوزی در برابر دادسرای تهران، دختر آبی عاشق فوتبال از شدت جراحت جان داد. عزم رفیق سابق رئیس جمهوری ترکیه برای رقابت با او در انتخابات آینده، علی باباجان حزب جدیدی تأسیس می‌کند. جاسوس بلندپایه آمریکایی‌ها بغل گوش پوتین، CIA از ترس اشتباهات ترامپ مأمور اطلاعاتی‌اش را از مسکو خارج کرد. و تلاش برای سازگاری با گرمایش زمین، تحقیقات جدید میگوید هرچه دولت‌ها برای همراهی با تغییرات اقلیمی خرج کنند، حدود 4 برابر برگشت دارد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی BBC. سازمان عفو بین الملل در گذشت سحر خدایاری که رسانه ها در ایران به او لقب دختر آبی داده بودند را مایه دلشکستگی دانسته. عفو بین الملل گفته بر اساس تحقیقات این سازمان، ایران تنها کشوری است که زنان را از ورود به استادیوم منع می کند و آنها را تحت پیگرد قرار می دهد. به گزارش رسانه های ایران، سحر خدایاری بعد از تلاش ناموفق برای ورود به استادیوم و تماشای بازی تیم محبوبش استقلال تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود. خانم خدایاری هفته گذشته خودش را جلوی دادسرای تهران آتش زد و چند روز بعد بر اثر شدت جراحات درگذشت. خبر خودسوزی او واکنش‌های گسترده‌ای داشته و حالا در گذشتش به ماجرا ابعاد تازه‌ای داده. همکارم مریم زهدی بیشتر این موضوع رو دنبال کرده. مریم، از ابتدای ماجرا شروع کنیم، چون سال هاست که زنان ایرانی دارن می جنگن برای حق ورود به ورزشگاه ها. یه مقداری به این سابقه تلاش ها بهمون بگو. همونطور که گفتی، سال هاست که این قصه ادامه داره و بخش هایش داره عیناً همینطور تکرار میشه. از سال 57 که انقلاب شد، ورود زنها به ورزشگاه ها ممنوع شد و فکر میکنم هول و هوش دهه 70 و اوایل 80 بود که خیلی درخواست های زنان برای ورود به ورزشگاه ها بالا گرفت. از اون طرف فشار مجامع بین المللی هم شدیدتر شد برای اینکه از دولت ایران، از مقامات بخوان که زنها رو راه بدن به ورزشگاه ها. همین داستان لباس پسرونه پوشیدن، دستگیری ها، رفت و آمد ها، همین ماجرا ادامه داشت. حتی یک فیلم به اسم آفساید ساخته شد از ماجرای دختری که خودش رو شبیه پسرها درست کرد و به ورزشگاه رفت و دستگیر شد. کمپین یا کارزاری که همون هول و هوش اوایل دهه 80 شروع به کار کرد و به طور جدی فعالیت کرد، روسری سفیدها بودن که هول و هوش 20 تا زن بودن که فعالیت سیستماتیک می‌کردن در این زمینه. روسری سفید سر می‌کردن و جمع می‌شدن برای بازی‌ها جلوی در استادیوم ورزشی، جلوی در ورزشگاه آزادی و درخواست می‌کردن که اونها رو راه بدن. که خیلی شاخصش، یعنی یکی از بازی‌های شاخص بازی ایران و بحرین بود که آقای خاتمی هم حضور داشت توی اون بازی. اینها تجمع کردن جلوی در، خیلی جاها تونستن مثلا چند قدمی به جلو برن، باز قدم‌ها به عقب برداشته شد، باز جلوشون رو گرفتن، باز دستگیری‌ها اتفاق افتاد تا امروز که شاهد همین ماجرا بودیم. بحث این هستش که به نظر میرسه مخالفت خیلی جدی وجود نداره باران در این زمینه. یعنی خیلی قول مساعد دادن، خیلی تلاش کردن مساعدت بکنن. رئیس کمیته ملی المپیک ایران حتی گفته این تحقیر زن هاست، این تحقیر نیمی از جمعیت ایران هست و تلاش میکنیم که این کار رو بکنیم، فقط باید تلاش بکنیم مراجع قم رو راضی بکنیم. پس به نظر میرسه که مراجع تعقید شیعه مشکل دارن. آقای مکارم رو داشتیم که قبلا میگفتش که ازش پرسیده بودن، سوال کرده بودن رسما که زنها به استادیوم میتونن برن یا نه، و ایشون گفته بود که نه، ضرورتی نداره برن، برای اینکه فضا براشون مساعد نیست، اتفاقات اجتماعی بدی، تبعات اجتماعی بدی داره و بهتره که از خونه بشونن تلویزیونشون رو نگاه بکنن. مریم با ما بمون، چون که درباره تلاش هایی که شده تا حالا برای اینکه زنان به فدراسیون، به ورزشگاه ها، به استادیوم ها راه پیدا کنن، یه تصویری هم داریم از آبان ماه سال گذشته، از آبان ماه سال گذشته که گروهی از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز در حمایت از حضور زنان در ورزشگاه شعار میدادن. این هوادارا شعار میدن راه‌های استادیوم منتظر دختران آذربایجان، ما پشت شما هستیم و حقتون رو خواهیم گرفت. مریم،
خوبه که الان در مورد چنین تلاش‌های حرف بزنیم. چقدر دیدی چنین چیزهایی رو، اینکه الان در این نقطه‌ای که الان هستیم تلاش‌ها کارزارها در کجا ایستادن؟ به نکته خوبی اشاره کردی بارون. این نقطه به نظر میرسه که نقطه تعیین کننده ای از واکنش ها اینطور برمیاد، از خبرهایی که این طرف و اون طرف دارن کار میکنن، واکنش های مقامات مسئول، سلبریتی ها، ستاره های سینما یا ورزشکارا، حتی واکنش های بین المللی اینطور برمیاد که الان قصه یه طرفه میشه، یعنی یا اجازه میدن یا اینکه اجازه نمیدن، یا بالاخره یه اتفاق، یه نقطه عطفی در این زمینه خواهد بود. توی همین ماجرا اگر تو شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنی، اگر تو مجامع تو بحث‌ها شرکت بکنی، می‌بینی که اصولاً دو تا دیدگاه مهم وجود داره. یکی این هستش که مثل همین ویدیویی که الان دیدیم، از مردها می‌خوان که وارد ورزشگاه‌ها بشن و خواستار این بشن که زن‌ها رو اجازه بدن بیان و بازی‌ها رو ببینن. میگن اینطوری شاید موثرتر باشه. ولی یه عده دقیقاً در برابر این ایده میگن نه، حالا که اینطور زن‌ها اجازه ندارن، شما هم نرین، برای اینکه نشون بدید که همدلید و ورزشگاه‌ها خالی بمونه تا مجبور بشن یک حرکتی بکنن. حالا بستگی به این داره که ببینیم فضا به کدوم سمت میره و آیا اتفاقی میفته یا نه. ممنونم از زد مریم زهدی همکارم با ما، در این باره نظر شما رو هم دریافت کردیم. از بعضی از مخاطبان نظرشون رو در این باره پرسیده بودیم که بخشی رو با هم ببینیم. عمیقاً ناراحتم، خیلی ناراحتم، و تا وقتی که این مشخص نشه اصلا نه برای من فوتبال مهمه نه استادیوم رفتن و هیچی، و کاش آقایون بتونن اون کنترل کنن، یه کاری کنن، حداقل خانم ها به این به حقشون برسونن، کمک کنن. نه ترسته تنها نمیتونیم، ما حریف اینا نمیشیم، کمکمون کنن. اونها هم اگر موافقن، اگر واقعا ناراحتن، به احترام سر، به احترام تمام دختران و زنان که مثل سهر هستن عاشق فوتباله، ولی به خاطر این قوانین مسخره که حق طبیعیمون رو گرفتن نمیتونیم پسش بگیریم حقمون رو، کمکمون کن. به نظر من خانم سحر خدایی برای این کار کرد که صدای اعتراض خودش رو به دنیا برسونه، و در درجه دوم طاقت زندان رفتن به مدت 6 ماه رو نداشت. و من نمیدونم ورزشگاهی که چطور همایش شیرخوارگان حسینی رو اونجا راه میندازن، طرفدار آقای خامنه‌ای اونجا جمع میشن، چطور خانم ها نمیتونن یه ورزش فوتبال رو نگاه کنن. به نظر من باید این آقایون هم ورزشگاه رو تحریم کنن تا شاید مسئولین به خودشون بیان. فقط تنها کشوری که در دنیا هست یه خانم‌ها رو در ورزشگاه رو نمیده، یک کشور عزیز خودمون هست متاسفانه. آلترناتیو خیلی خوبی هستش که مردان همچنان به رفتن به استادیوم ادامه بدن، ولی در سکوت کامل و مثل کاری که سالیان سال برای فوت هادی نوروزی، مرحوم هادی نوروزی دارن انجام میدن. مردان حالا اگه به استادیوم ها میرن، سکوت بکنن و در یک دقیقه خاص شروع بکنن و در تمام ورزشگاه ایران شروع بکنن و نام دختر آبی رو صدا زدن. به نظر من خیلی کار اشتباهیه که کسی بخواد به خاطر دیدن یک فوتبال هم زندگی خودش رو به پایان برسونه، هم باعث بشه که این خانوادهش تا آخر عمرشون همش عذاب بکشن. در خم یک کوچه این با این نظام اسلامی، مسئله ما اینه که دختران ما میتونن برن فوتبال، زنان ما میتونن برن فوتبال تماشا کنن یا نه؟ ما توی این مسئله هنوز گیر کردیم، مسئله قرون وسطایی. تا وقتی که زنان ایرانی حق رفتن به ورزشگاه و تماشای فوتبال رو با خانوادهشون نداشته باشن، هیچ کس نباید بره تو ورزشگاه و باید تحریم بکنیم. نظر بعضی از مخاطبان بی بی سی فارسی بود. برای صحبت بیشتر در این باره، شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشر از لندن با ماست. خانم صدر، مریم پیش از شما از تلاش‌های گفت که برای حضور زنان در ورزشگاه شده، صدای بعضی از مخاطبان رو هم شنیدیم. آیا به نظر شما الان به نقطه‌ای رسیدیم که این تلاش‌ها به ثمر برسه و به زنان اجازه ورود در ورزشگاه رو بدن؟ من ابتدا تسلیت عرض میکنم خدمت همه زنانی که در تمام این سالها تلاش کردند که این سد جداسازی جنسیتی رو به خصوص در زمینه ورود به ورزشگاه ها بشکنن و امروز یکی از شجاع‌ترین هاشون رو از دست دادن.
همونطور که همکارتون اشاره کرد و شما هم گفتی، مبارزه زنان برای ورود به استادیوم های فوتبال سال هاست که ادامه داره، اما این مبارزه همواره در تنهایی انجام شده. زنانی که در این مبارزه بودن، چه به شکل پوشیدن لباس پسرانه، چه به شکل برگزاری تجمع جلوی استادیوم، چه به شکل نامه نوشتن به فیفا یا سایر مراجع بین‌المللی و همینطور مقامات دولتی، همواره از سوی قشری که به راحتی و آزادانه به استادیوم ها می رفتن تنها گذاشته شدن. و امروز همونطور که بعضی از مخاطبین شما گفتن، اگر مردی پاشو بذاره رو سکوهای استادیوم، به نظر من باز زنان رو در این مبارزه تنها گذاشته و این دیگه بعد از مرگ سحر خدایاری بسیار شرم‌آوره. من فکر می‌کنم که این مبارزه سال‌هاست از سوی زنان ادامه داشته و زنان هر چه در توان داشتن انجام دادن. بدون پیوستن مردم به این مبارزه، پیروزی اونها بر مراجع و مقامات دولتی یا نیروی انتظامی که کار دستگیری این زنان رو به عهده داره و همینطور قوه قضاییه که کار محکوم کردن اونها رو بر اساس قوانین مجازات ایران بر عهده داره، ممکن نیست. از سوی دیگر به نظر من باید فشارهای بین‌المللی به حدی افزایش پیدا بکنه که دیگه دولت جمهوری اسلامی نتونه این تبعیض جنسیتی رو ادامه بده، به دلیل اینکه از نظر قوانین فیفا در ماده 4 اساسنامه فیفا به طور مشخص اومده که تبعیض جنسیتی و تبعیض نژادی در فوتبال ممنوعه و هر نوع اعمال تبعیضی از سوی هر کسی یا تیمی یا عضو به این فدراسیون انجام بشه میتونه از سوی فیفا منجر به اخراج یا تعلیق بشه. بنابراین دست فیفا از نظر قانونی کاملا بازه که فوتبال ایران رو تعلیق بکنه و اقدامات مختزی در ما. خانم استاد، چقدر شما امکان این رو میبینید؟ الان حتی وقتی که دختر آبی خودسوزی کرد، انتقادهای زیادی بود از اینکه چرا بقیه همراه نشدن، چرا فوتبالیستا به دیدنشون نرفتن، چرا فقط بعضی در حد اینکه انتقاد کنن در رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی فقط واکنش نشون دادن. آیا شما الان می‌بینید این شرایط رو در جامعه که مردان بخوان تحریم کنن برفرض فدراسیون‌ها رو، یا حتی فیفا بخواد بیشتر نشون بده سرسختانه‌تر با این موضوع برخورد کنه؟ اگه بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم و جامعه ایران رو ببینیم، متاسفم که بگم نه، من در ناسیه مردان ایران نمیبینم که شرمشون بیاد که برن و نرن و یعنی حاضر بشن دوباره برن به استادیوم و اعتراض نکنن به این تبعیض و این آپارتاید جنسی که سالهای سال ادامه داشته. من اینو نمیبینم در ناسیه مردان ایران، اینو نمیبینم، ولی اینو میبینم که اگر فشار داخلی و بین المللی بر مراجعی مثل فیفا افزایش پیدا بکنه، ممکنه که فیفا در نهایت در واقع در مقابل لابی جمهوری اسلامی که تمام این سالها فیفا رو ساکت کرده و اجازه نداده که فیفا وظایف قانونی خودش رو در مورد تبعیض جنسیتی اجرا کنه، بالاخره فیفا تسلیم بشه و کاری بکنه که فوتبال ایران تعلیق بشه. و اون وقت دیگه مسئولین جمهوری اسلامی مواجهن با دو تا گزینه: یا فوتبالی وجود نخواهد داشت، یا اینکه اگر وجود خواهد داشت باید تبعیض جنسیتی توش در تمامی عرصه‌ها از بین بره. ممنونم ازتون شادی استاج، وکیل و فعال حقوق بشر. کانون سراسری درمانگران اعتیاد ایران به تصویب طرح توزیع متادون و داروهای مخدر در داروخانه ها انتقاد کرده. این طرح را وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد کردند. بر اساس این طرح، متادون و داروهای مخدر به صورت بسته‌ای در یک داروخانه منتخب توزیع می شوند. منتقدان میگویند ارائه دارو و درمان باید با هم و در یک مرکز صورت بگیرد. به گفته آنها توزیع متادون در داروخانه ها باعث می شود که بعضی از معتادان به دلیل ترس به آنها مراجعه نکنند و اعتیاد گسترش پیدا کند. رسانه های عراق میگویند انفجار شدیدی در یک انبار اسلحه متعلق به شبه نظامیان نزدیک به ایران رخ داده. بنابر بعضی از گزارش‌ها، این انفجار بعد از حمله هوایی یک جنگنده ناشناس در تأسیسات هشت شعبی رخ داد. گزارش شده که عده‌ای کشته و زخمی شدند. در ماه‌های اخیر انبارهای اسلحه و مهمات هشت شعبی بارها هدف حمله قرار گرفتند. این گروه اسرائیل را مسئول این حمله ها دانسته. در ترکیه، علی بابا جان، یکی از موفق ترین مدیران اقتصادی حزب حاکم عدالت و توسعه، اعلام کرده که تا پایان امسال حزبی جدید تأسیس خواهد کرد.
آقای باباجان سالها وزیر اقتصاد و معاون نخست وزیر ترکیه بود. او و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه بودند. آقای باباجان گفته برای کاهش تنش در جامعه، حل مشکلات اقتصادی، اجرای عدالت و آزادی بیان در انتخابات آینده با آقای اردوغان رئیس قبلیش مبارزه خواهد کرد. همکارم ژیار گل این خبر رو دنبال کرده. ژیار، چی میدونیم از آقای باباجان؟ خب آقای باباجان از همون روزهای اول، از همینجوری که گفتید، از بنیانگذاران حزب عدالت توسعه بودید، در کنار عبدالله گل رئیس جمهور پیشین دولت ترکیه. ولی خب در چند سال گذشته از منتقدین حزب عدالت و توسعه شده، چند ماه پیش هم از عضویت از این حزب خارج شد و گفت اختلافات عمیقی بین او و حزب شده و حزب عدالت و توسعه، حزبی که خودش بنیانگذارش بوده، از یکی از بنیانگذارانش بوده، گفته اینها از اصول اولیه این حزب فاصله گرفتن و به همین جهت گفته که حزب جدیدی رو تا پایان امسال تشکیل خواهد داد تا بتونه در مقابل رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری آینده ترکیه که چند سال آینده خواهد بود، سال 2023 خواهد بود، جلوی او بایسته. گفته شده برخی از مقامات سابق حزب عدالت و توسعه، از جمله احمد داوودوغلو نخست وزیر سابق، عبدالله گل رئیس جمهوری پیشین، هم با از ایشون حمایت کردن و حتی بعضی ها صحبت از این ممکنه این افراد هم و برخی از شخصیت های برجسته حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، به این حزب تازه تأسیس بپیوندن. خب با توجه به این حمایت ها فکر میکنی چقدر آقای باباجان شانس داشته باشه در مقابل آقای اردوغان؟ خب فراموش نکن اگه ما به انتخابات محلی چند ماه پیش برگردیم، حزب عدالت و توسعه در اکثر کلان شهرهای ترکیه مثل استانبول، آنکارا، ازمیر، آدنا، اینا باختن به حزب مخالف. از یک طرف هم اگه شکافی در حزب عدالت و توسعه، با توجه به مشکلات اقتصادی، خیلی آقای اردوغان رو به عنوان مردی که داره تمام از جنبه‌های قدرت رو در دست خودش قبضه می‌کنه، در داخل این حزب راضی نیستن. از طرف دیگه مشکلات اقتصادی راضی نیستن. به همین جهت اگه شکافی در آراء این حزب به وجود بیا، شاید بشه گفت با توجه به تغییراتی که در انتخابات گذشته دیدیم، این آغازی برای پایان قدرت آقای اردوغان باشه. ممنونم ازت همکارم ژیار گل. با ما نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. سحر خدایاری هوادار تیم فوتبال استقلال تهران که جلوی دادگاه خودسوزی کرده بود از شدت جراحات درگذشت. علی باباجان از بنیانگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه گفته برای کاهش تنش اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی حزب جدیدی تأسیس می‌کند. در ادامه برنامه، سود هنگفت سرمایه‌گذاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی. رسانه‌های آمریکا می‌گویند سازمان اطلاعات مرکزی CIA یک جاسوس مهم خود را از روسیه خارج کرده. شبکه تلویزیونی CNN و روزنامه نیویورک تایمز می‌گویند این جاسوس در سطوح ارشد دولت روسیه فعالیت داشته و 2 سال پیش از این کشور بیرون آورده شده. کاخ کرملین با اعلام هویت این جاسوس گفته او یک مقام ارشد نبوده و چند سال پیش از دولت اخراج شده بود. همکارم کامبیز فتاحی از واشنگتن با ماست. کامبیز، چی بیشتر میدونیم از این جاسوس و این که چطور از روسیه بیرون آورده شد؟ خب رسانه‌های در واقع روسیه هویت این شخص رو منتشر کردن. اسمش از اولگ سمولنکوف که گفته میشه که بنابر گفته اونها حدود 2 سال پیش به همراه خانواده‌اش در مونتنگرو ناپدید شد و حالا میگن که در سر از آمریکا در آورده. اتفاقا میگن که در واشنگتن و هومه هست، اینجوری که رسانه‌های آمریکا برخشون دارن گزارش میدن و تحت حمایت و در واقع مراقبت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا. رسانه‌های آمریکا به نقل از مقامات امنیتی ناشناس دارن میگن که یکی از مهمترین جاسوسان و عوامل نفوذی آمریکا بوده در رأس دولت، در واقع در کاخ کرملین، و حتی توانایی این رو داشته که به میز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری برسه، عکس برداری بکنه و بسیار بسیار جاسوس مهمی بوده. گزارشاش برای رؤسای جمهوری آمریکا، اگر اطلاعاتی که میداده در یک پاکت جداگانه اصلا به صورت مجزا در اختیار رؤسای جمهوری مانند باراک اوباما قرار میگرفته.
روایت روسیه البته کاملا متفاوت هست. میگن که این یک کارمند در واقع دون پایه بوده، اخراج شده بوده در سال 2016 یا 2017 و اصلا در این حدود نبوده و میگن که رسانه‌های آمریکا یک داستان تخیلی رو دارن ارائه میکنن به مخاطبانشون. بنابراین دو روایت داریم که یکی میگه یک جاسوس بسیار مهم بوده که دولت آمریکا در یک عملیات مخفیانه اون رو از طریق کشور سالس میاره بیرون. روایت دیگر هم روایت روسیه است که میگن که هر چند تایید میکنن هویتش رو، میگن شخص مهمی نبوده. گفته شده که این به خاطر اشتباهات احتمالی آقای ترامپ بوده، منظورشون چیه؟ خب این رو در واقع شبکه CNN آمریکا داره میگه، به نقل از برخی مقامات میگن که آقای نگرانی مقامات امنیتی در سازمان سیا این بوده که آقای ترامپی که هر روز و هر ساعت داره توییت میکنه یا اینکه به دیدار خصوصی با ولادیمیر پوتین میره، شاید حرفی بزنه یا کاری بکنه که هویت این شخص لو بره و این نگرانی ظاهرا وجود داشته در دستگاه امنیتی آمریکا. البته روایت دیگر هم این هست که نگرانی ها قبل از این بوده، چرا که گمان زنی هایی شده بود در برخی از رسانه ها در مورد وجود یک چنین جاسوسی در داخل دولت روسیه و به خاطر این گمان زنی ها بوده که سازمان سیا به خاطر اهمیت این شخص عملیات در واقع خارج کردن او از روسیه رو آغاز میکنه و این کار رو انجام میده. به هر حال بنابر گزارش رسانه آمریکا این شخص پاداش بزرگی دریافت کرده و الان تحت حمایت و مراقبت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هست، بنابر روایت برخی رسانه‌های آمریکا در واشنگتن یا هومه این شهر. ممنونم ازت کامبیز فتایی از واشنگتن با ما. ناظران آمریکایی نامه هشدارآمیزی به یک شرکت سازنده سیگارهای الکترونیک فرستاده و گفتند که این شرکت با تبلیغ محصولاتش قانون را شکسته. به گفته آنها جول لبز در تبلیغاتش سیگارهای الکترونیک را عمتر از سیگارهای سنتی معرفی کرده، در حالی که برای اثبات این ادعا بایستی شواهد خود را به سازمان غذا و دارو اعلام می‌کرد. این هشدار در حالی صورت گرفته که مقام‌های مسئول در حال بررسی رابطه احتمالی مصرف سیگارهای الکترونیک با بیماری‌های کشنده ریوی هستند. دایره امتحانات بریتانیا با بررسی‌هایی به این نتیجه رسیده که همراه داشتن ساعت در جلسات آزمون باید ممنوع شود. این تصمیم برای جلوگیری از تقلب گرفته شده. فعلا داشتن ساعت هوشمند متصل به اینترنت در جلسات امتحان مدارس ممنوع است، اما مسئولان می‌گویند تشخیص ساعت‌های هوشمند از ساعت‌های معمولی چندان آسان نیست. کره شمالی چند ساعت بعد از ابراز تمایل برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا آزمایش موشکی جدیدی انجام داده. نوع دو موشکی که در این آزمایش پرتاب شدند اعلام نشده، اما ارتش کره جنوبی گفته 330 کیلومتر پرواز کردند. این دهمین آزمایش موشکی کره شمالی از ماه مه امسال است. مذاکرات کره شمالی و آمریکا بیش از 6 ماه است که متوقف شده. ده‌ها نفر از رهبران سیاسی، اقتصادی و علمی جهان می‌گویند سرمایه‌گذاری برای مقاوم کردن تمدن‌های بشری در برابر بحران اقلیمی می‌تواند باعث هزاران میلیارد دلار صرفه‌جویی شود. این نتیجه‌گیری هشدارهای تندی به همراه داشته. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. پیامی که از اینجا مقر سازمان ملل در ژنو به دنیا داده شد ترسناک بود. ما در حال آتش زدن آینده خود هستیم. این حرف‌های رئیس کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بود که پس از انتشار یک گزارش درباره عواقب بحران اقلیمی عنوان شد. تغییر اقلیم یک واقعیتی است که تمام مناطق جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عواقب انسانی گرم‌تر شدن زمین با روند فعلی فاجعه‌بار است. طوفان‌های شدید و جزرآمد دریاها می‌تواند جزایر بزرگ دنیا و شهرهای ساحلی ما را به زیر آب ببرد. آتش به جان جنگل‌های ما افتاده و یخ‌های قطبی آب می‌شوند. ما به معنی واقعی کلمه در حال سوزاندن آینده خود هستیم. اولین بار نیست که این هشدارها داده شده و آخرین بار هم نخواهد بود. اما گزارش سازمان ملل که چندین تن از رهبران سابق سیاسی و اقتصادی جهان منتشر کردند، فقط هشدار نیست. راه حل هم داده شده. این راه حل عبارت است از 1800 میلیارد دلار سرمایه گذاری در 5 حوزه. سامانه های هشدار آب و هوایی سریع، زیرساخت های مقاوم در برابر تغییر اقلیم، حفظ جنگل ها، کشاورزی بهتر و بهبود منابع آب شور.
1800 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این حوزه ها آنگونه که سازمان ملل میگوید 7000 میلیارد دلار منفعت خواهد داشت، چون این پولی است که بعداً نباید صرف جبران خسارت های دست روی دست گذاشتن شود. پیشبینی آن است که اگر در بر همین پاشنه بچرخد، بیش از 100 میلیون نفر در کشورهای محروم به زیر خط فقر خواهند رفت و عواقب آن حتی دامن ممالک پیشرفته را هم میگیرد، آنگونه که طوفان‌های خسارتبار اخیر در آمریکا و موج گرما در اروپا نشان داد. بانکیمون دبیر کل سابق سازمان ملل هم که از نویسندگان این گزارش بود، در صحبت‌های جداگانه فوریت اوضاع را چنین شرح داد: ما آخرین نسلی هستیم که می‌تواند مسیر تغییرات اقلیمی را عوض کند و اولین نسلی که باید با عواقب آن دست و پنجه نرم کند. فرق این گزارش سازمان ملل با گزارش‌های قبلی در این است که همیشه تأکید روی کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای بوده. تأکید بر اینکه کشورهای جهان باید با کاستن از مصرف سوخت‌های فسیلی یعنی نفت و گاز و زغال سنگ مانع رها شدن سالانه 38 میلیارد تن کربن به هوا شوند که باعث گرمتر شدن زمین می‌شود. اما در این گزارش علاوه بر کاهش گازهای گلخانه‌ای، بر بالا بردن تلاش‌ها برای مقاومت‌سازی در برابر تغییرات خطرناک اقلیمی تاکید شده. سازگاری با بحران اقلیمی می‌تواند زندگی انسان‌های زیادی را نجات دهد و به ساختن آینده‌ای بهتر کمک کند. یا سازگار نمی‌شویم و بهایش را می‌دهیم، یا برنامه‌ریزی می‌کنیم و نفعش را می‌بریم. با وجود به راه افتادن یک جنبش جهانی در جهت اولویت دادن به مقابله با بحران اقلیمی و بالا رفتن سطح هشدارهای دانشمندان و مراجع جهانی مثل سازمان ملل، بسیاری از سیاستمداران بیش از هر زمان درگیر مشکلات سیاسی و اقتصادی داخلی خود هستند و به جای چاره‌اندیشی بی‌تفاوتی نشان می‌دهند، در حالی که صنایع آلاینده‌ای که باعث گرم شدن زمین می‌شوند به فعالیت‌های زیانبار خود به اسم رشد اقتصادی ادامه می‌دهند. سیاوش اردلان، بی بی سی. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.